سلام به پندار خوش اومدید من هانیه هستم و این پاورقی قسمت 13 سریال شبکه مخفی زنانه در مراسم که با فریاد زنی به هم خورد حالا هم همه و خون و خونریزی است. خود زنی و چاقو کشیست میرزا زنبورکچی در حال از حال رفتن است پسرها میخواهند مادرشان را به خاطر پدر مرحوم خود بکشند از اینکه کسی بخواهد بلیط بگیرد برود سیر غیرتی شدند پسرهای زن میگویند نه ترس ننه یواش میزنیم دلبرجان توکلی به آنها قول می دهد که او به سیرک نمی رود. قرار می شود میرزا محمود زنبورکچی هم زیر قول را امضا کند. می رود خود را میآورد که زیر قول را امضا کند. اما از او میگیرند و میگویند امضا کردنش باید با خون باشد. او از حال می رود و تصویر بعد میبینیم که به هوش آمده است. پاسبان میگوید شما یک بار با خانومی آمده بودید مریضخانه خانه ها طرف چاقو خورده بود آمده بود نزمیه ما هم آوردیم نزدیکترین مریض خانه قیافت را خوب یادم هست دلبرجان میپرسد برای چه رفته بودی آنجا برای قابله ها آموزش زایمان طبیعی میدهند پاسبان میگوید اسمش هم مخمر خانوم بود محمود وانمود می کند که خال مخمل بوده است. کارگاهی وارد خانه شده است. یاور فرخزادی از شبه یه نگاری. دخترها میروند مادرشان را صدا کنند. میگویند مادر ما در حال خواندن دعای رفع جن است. انگشت چه کسی را می خواهید؟ احتمالا همان جنهای مزاحم را. زن میرسد در زیر زمین و با کاراگاه صحبت می کند. کاراگاه می گوید شاید هنوز هم همینجا باشند. شروع به گشتن می کند و میگوید به نظرم ماجرا بزرگتر از چهار تا جن بی کاراگاه میپرسد اینجا قبلا چه بوده؟ زن میگوید گوید اجنه همه جا هستند. در دکان بستنی فروشی هم رویت شدند. کاراگاه یک بوی نامی فهمد که مربوط به غذایی گندیده است. دخترها که بیرون میروند دختری میپرسد پریزاد و پریوش اینجا زندگی میکنند خودشان هستند نامهای به دست آنها میدهد و میرود قانون بانوان از زنان تهرانی برای تماشای سیرک دعوت به عمل می آورد. دلبرجان در حال خواندن آن است. میرزا زنبورکچی هم در حال گوش دادن است. بچه ها بلیت را می آورند برای مادرشان و می گویند ما پولتوجی به من را گذاشتیم کنار و برایت بلیت گرفتیم. میرزا محمود زنبورکچی که خوابیده همش در حال گفتن نمیخواهم است بالای سر زن و پنج تا ببخشید هفت تا برادرش مشغول صحبت هستند در خواب میگوید سیرک برادرها از خواهرهاشان میخواهند جیب میرزا محمود زنبورکچی را بگردد. بلیت سیرک را پیدا می کنند. البته اول نمیدانند چیست چون سواد ندارند یکی از آنها کمی خواندن بلد است میخواند و میفهمد حالا هر همسری تک به تک به دنبال آماده شدن برای رفتن به سیرک هستند. سلطان بانو هم یکی از آنها. در نبود مادر دو دختر کوچک پاسبان را با باتون میزنند و در میزند. زنی هم با اسم رمز اجنبی دارند وارد می شود. زن را به انبار می برند. خانم معلم را پنهان کردند. می مادر تا چند ساعت دیگر نمی آید. زنها هم دیگر را می بینند. سکینه پری می گوید نترس من آمدم کمک. زن میگوید اگر راپورت بدهید مرا میکشند سکینه میگوید در محکمه ای من آدمها وقت نجات میگیرند و درمان میروم شوروی نترس در خانه دیگر دختر بزرگتر میخواهد برود راندو و خواهرش تهدیدش میکند که به مادرش میگوید میزان محمود توار درش که در حال رفتن به سیرک است همراه با دلبرجان توکلی همه در مرکه سیرک وارد می شوند. ساز و آتش و رقص در هوا موج میزند سیرک بزرگ تفلیس در حال برگزاری است و همه داخل می روند. میرزا محمود زنبورکچی می بیند که زنهای مختلفش همگی با هم همزمان و با کردن به سمت او میآیند میرزا محمود به درشکچی میگوید: گوید برود و از آنها دور شود. ممنون از اینکه با من همراه بودید. خدا نگهدار.